ما بسیاری از آدم رو میبینیم که شکارچیان قهاری بودن تا سنین بالا و بعد یک دفعه اینها متحول شدن در یک لحظه که مثلا آهوی رو شکار کرده و بعد بچهش رو دیده که سرکن و پرکن به اطراف میره و مادرش رو نمیجویه و یک دفعه یک تحول اخلاقی در اونها شکل گرفته و به این نتیجه رسیدن که این کار کار خوبی نیست حالا با هر انگیزه ای، فکر کردن که آهو نفری نشون کرده فکر کردن که در آینده ممکنه روز قیامت نتونن جواب بدن یا اینکه آهو هم بچه داره و بعد به بچهش برسه و دریغ اگر کشته باشه ولی در هر صورت این یک تحول اخلاقی که صورت میگیره و این تحول اخلاقی ممکنه که او رو به نقطه برسونه که برای همیشه از شکار یا از بریدن درخت توبه کنه کاری رو که مدرسه طبیعت کاری که تجربه علمی طبیعت با کودکان میکنه اینه که این گزار اخلاقی بعد از دوازده سالگی رو کوتاه کنه و اون رو در کودک بنشانه که تو یک رابطه معقول عاطفی و مهربان با طبیعت باید داشته باشی او حالا یک موجودیه که نسبت به طبیعت آگاهی داره میدونه که نیازهاشو باید از طبیعت تامین کنه ولی اگه یک نگاه اخلاقی داره این نگاه اخلاقی به او اجازه نمیده که نسل یک موجودی رو منقرض کنه این نگاه اخلاقی به او اجازه نمیده که اونقدر درخت ببره که موجودیت جنگل به خطر بیفته